دکتر روشنگ نهاوندی عزیز، درود بر شما. درود بر شما. خیلی خوشحالم که بعد از ده ها سال صداتون رو مجدداً میشنوم و از دور ذکر خیر فعالیت هایی که میکنید و کوشش هایی که میکنید دارم و انشالله که خداوند به شما توفیق بده، ولی صدای دکتر تقی‌زاده رو تقریبا نمیشنوم. تقریبا باید صدای دکتر تقی‌زاده رو بلندتر کنیم. حضورتو که عرض کنم، بله میدونم حق دارید. حق شما از طریق تلفنید آقای تقی‌زاده، از طریق اسکایپ. آقای تقی‌زاده از امروز در لندن بودن و در اسکاتلند نبودن، من به خاطرم نبود. به هر حال بنده در بروکسل خدمتتون هستم. دکتر نهاوندی، اولین باری که آقای تقی‌زاده رو دیدید کجا بود؟ به خاطرتون هست؟ نخستین باری که آقای تقی‌زاده دیدم به لطف دو تن از دوستان بود، یکی زنده یاد نصیر عصار و دیگری آقای اولیا شیرازی که در لس آنجلس تشریف دارن یا در به هر حال در کالیفرنیا تشریف دارن، که ایشون رو با من آشنا کردن و بعد من از آقای تقی‌زاده خواستم که سمتی رو در دفتر مخصوص شهبانو قبول کنن، که قبول کردن و در یک سال و نیم آخر اون دوران همکار نزدیک من بودند و همکار بسیار درخشان من بودند. خب آقای تقی‌زاده، خاطره شما از دو... من اولا بعد از انقلاب وقتی ایشون رو توی اتوبوس دیدم در پاریس، راستش احساس خیلی خوبی به من دست داد. به خاطر هم از که انقلابیون اسنادی منتشر کردن از دزدی ها، فلانی 100 میلیارد برده، فلانی 20 میلیارد برده، اون 200 میلیارد برده. بعد نگاه میکردیم اغلب آدمای اصلا یه لاقبا دارن زندگی عادی خودشون میکنن. آقای دکتر نهاوندی میدونم سالها بعد از اون تدریس میکردن، ازشون به عنوان یکی از برجسته ترین استادان در فرانسه یاد میشد در رشته خودش. آقای تقی‌زاده بفرمایید. من اولین دیدارم همونطور که آقای دکتر اشاره کردن به بهانه شروع کار بود. یادم هست که شهردار وقت تهران شهرستانی برای دفتر من پیغام میگذاشته بود، من اون موقع عضو هیئت رئیسه انجمن شهر تهران بودم، که پیغام مهمی هست و بایستی برم دفتر شهرستانی رو ببینم. البته من با مقدمات این تماس از پیش 3-4 ماه پیش این بیشتر از این آشنا بودم، ولی مسئله همکاری من با دفتر اولیا حضرت به تعویق افتاد و بعد وقتی که شهرستانی تلفن کرد من، او حالا جانشین آقای نیکپی شده. من این رو باید همینجا بگم که این فرصت داشتم با دو شهردار و همزمان با دو رئیس دفتر مخصوص شهبانو همکاری بکنم، که این دوتا با هم واقعا در تقابل کامل بودن از نظر شخصیتی، از نظر گرایش های سیاسی و اعتبار اجتماعی و غیره. و آقای دکتر نهاوندی که برای قبول پستی در کابینه آقای شریف مامی دعوت به خدمت شده بودن، از دفتر مخصوص رفتن و جای ایشون رو آقای دکتر حسین نصر اصفهانی گرفت، ببخشید آقای دکتر نصر گرفت و به هر حال من موندم در دفتر. البته دکتر نصر نمیخواست من بمونم، ظاهرا اولیا حضرت مخالفت کردن با رفتن من، من باقی موندم. حتی پیشنهاد مشاور سیاسی دفتر من دادن که به این بهانه من از دفتر برم، ولی به هر حال در دفتر موندگار شدم. ولی پیوستن من به دفتر بعد از ملاقاتی که با شهردار شهرستانی داشتم این بود که گفتن قرار ملاقاتی با آقای دکتر نهاوندی دارم و من به این قرار ملاقات رفتم. البته قرار ملاقات برای نیم ساعت تنظیم شده بود پیش از پیوستن من به دفتر شهبانو، ولی یه دو ساعتی این فرصت پیدا شد که من با دکتر نهاوندی از نزدیک آشنا بشم. ضمن مسائل مختلفی که مطرح شد و این به هر حال شروع مقدمه‌ای بود که حتی ما دارای گرایش‌های فکری همسو هستیم، دکتر نهاوندی گفتن به شوخی من از نصیر عصار پرسیدم، دوست مشترک ما که من رو از زمان حزب ایران نوین به خوبی و از نزدیک میشناختم، که فلانی چه جور انسانی است، من باید کسی باشه که مورد اعتماد باشه، گول مال و نمیدونم مقام اینها رو نخوره. و نصیر عصار محبوب گفتم که این مثل دختر 11 ساله پاکه، و من به خنده گفتم که نصیر جان اگر میگفتی مثل یک دختر 16 ساله پاکه من این رو میپذیرفتم، ولی دختر 11 ساله که هنوز به بلوغ نرسیده. و این باعث مسرت خاطر شد و جوکیست یا لطیفه است که از اولین دیدار خودم با آقای دکتر نهاوندی بیاد دارم. یکی از محسنات آقای دکتر نهاوندی اینی که برخلاف بسیاری از رجال ما که به اون کشور مدیون بودن، به اون مردم، و سکوت اختیار کردن،
حرفاشون دیگه بعد از مرگ به درد کسی نمیخوره خاطراتشون. اینا بعد مجموعه اطلاعاتشون در همین دوران در اختیار مردم میگذاشتن و این بزرگوار در تمام این دهه ها آثار عدیده در زمینه اوضاع قبل از انقلاب، در دوره انقلاب، شبهای انقلاب، ارتباط انقلاب با بیرون از کشور، همه رو تا اونجایی که در بضاعت و استطاعت و دانش و آگاهیشون بوده نگاشتن. و از این رو من مثلا با عنوان یک خواننده، یک روزنامه نگار از دکتر ناوندی سپاسگزارم. با من یه ایرانی، با من یه شهر خواهش میکنم. آقای دکتر ناوندی قربان، اگر صدای دکتر تقی‌زاده رو یه خود افزایش بدید ممنون میشم. متاسفانه نمیشه، ولی ایشون آره شرحی کشافی دادن درباره دیدار با شما و قرار بوده اندکی چند دقیقه شما رو ببینن، دو ساعت به درازا کشته و مجموعه محسنات و برداشت هایی که از شخصیت شما داشتن. دکتر ناوندی عزیز، این روزها بس بر سر ارتباط آقای خمینی است با آمریکایی ها. در ایران آقای خامنه ای که این اسناد رو جعلی توصیف کردن، به نظر نشانه عدم شناخت ایشون از سیستم های یا نهادهای دولتی در آمریکا و سر CIA چه لزومی داره اسناد مربوط 50 سال پیش رو دستکاری بکنه. میخوام نظر شما رو جویا بشم، مجموعه اطلاعات شما در این زمینه چیه؟ من در کتاب خمینی در فرانسه که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده و به انگلیسی هم اگر اشتباه نکنم ترجمه شده، یک مقداری از این اسناد رو از منابع مختلف پیدا کرده بودم و در اونجا چاپ کردم، یعنی انتشار دادم، چاپ نکردم، انتشار دادم، که به خوبی نشان میداد که قبل از انقلاب آقای خمینی با امریکایی‌ها و با خارجی‌ها، ولی به خصوص با امریکایی‌ها ارتباطاتی داشته و در اون دورانی که ایشون در پاریس بودن اصولاً بازیگر اصلی صحنه سیاست اون آقا امریکایی‌ها بودن. حتی چند یک سندی هست، نمیدونم این سند جزء سندهایی که انتشار پیدا کرده هست یا نه، ولی سند رسمی دولت فرانسه است از قول امریکایی‌ها، که خبر مصاحبه‌های مطبوعاتی رو که آقای خمینی می‌کرد قبلا از وزارت خارجه امریکا تلفن می‌کردن به بعضی از جرایت و به اینا می‌گفتن به این مصاحبه برید برای اینکه ایشون در این مصاحبه مطالب جالبی خواهد گفت. ملاقات‌های محرمانه وزیر مختار امریکا در پاریس با ایشون و چیزهای دیگری که همه قبلا هم دانسته بود و اسنادی که اخیرا منتشر شده البته قدمت این روابط رو میرسونه و همین جور شاید که خورده بیشتر تاکید میکنه بر اون چیزی که ما میدونستیم. اون چیزی که منده آقای میبودی عزیز میخوام در اینجا بگم این است که مسلما انقلاب ایران علل داخلی داشت. تصور نکنید که ایران هیچ نوع علت داخلی در نارضایتی مردم وجود نداشت، وجود داشت، ولی این جریان رو با استفاده یا حالا با سوء استفاده از نظر من با استفاده از نارضایتی‌های داخلی خارجی‌ها درست کردن. میدونیم انتشار پیدا کرده این مطلب در امریکا و تکذیب هم نشده از قول یکی از مقامات CIA که 150 میلیون دلار فقط از جانب امریکایی‌ها خرج شد برای این جریان شورش یا فتنه یا انقلاب. لیبی کمک کرد، شرکت های نفتی کمک کردن، البته از بازار تهران هم کمک شد که اونا رو نوشته بودم من در این کتاب. و به هر حال انقلاب ایران یک انقلابی بود که برای براهندازی اسلامگرایی افراطی از طرف یکی بعضی از محافل و منابع غربی در دنیا شروع شد و اگر اون نشده بود مسلمان جریانات بعدی هم که الان یک منطقه از دنیا و بلکه خیلی از جاهای غرب را هم به خونه آتش کشیده به وجود نمی آمد. آقای دکتر آبادی، در اسناد قبلی چه اشاره‌ای نشد به اینکه خمینی تو اونجا پیش رفته که حتی تعهد سپرده با آمریکایی‌ها که من منافع شما رو حفظ می‌کنم. این به نظرم نکته تازه‌ایه که ما اون رو دریافت کردیم. در اون چیزهایی که من قبلا دیده بودم این تعهد به این صراحت نبود، ولی گزارش های مأمورینی که به دیدار ایشون می آمدند بود، هست، چاپ شده به فارسی، چاپ شده به فرانسه، چاپ شده، ترجمه هم شده، که این شخص یعنی خمینی، آقای خمینی کاملا قابل اطمینان، ما کنترلش می کنیم. حتی در کنفرانس گوادلوپ از قول رؤسای
چهار کشوری که جمع شده بودن که سرنوشت ایران رو مخدومه بکنن سندش هست. منده نمیگم سندش هست که آقای کارتر گفته ما کاملا ایشون رو تحت کنترل داریم و نگران ایشون نباشید. تشکر آقای دکتر تقی‌زاده عزیز، نظر شما رو میخواستم. من فقط در مورد نکته مربوط به گوادالوپ یک توضیح کوتاه مطرح بکنم در ادامه مطالب آقای دکتر ناوندی. اسنادی که مربوط به گوادالوپ منتشر شده اسناد مستندی نیست، چیزیست که نقل قول شده. این کنفرانس کنفرانس خیلی محدودی بوده و هر کدوم از رؤسای دولت‌ها که در این جلسه شرکت می‌کردند تنها اجازه بردن یک همراه با خودشون داشتند و در این جلسه آقای کارتر و آقای برژینسکی مشاور امنیت ملی خودش رو همراه برده بود و اون چیزی که نقل شده بعداً از زبان کسانی است که در این جلسه حضور داشتند، من جمله برژینسکی اظهاراتی در مورد تصمیماتی که در گوادالوپ اتخاذ شده گفته و بقیه نقل قول از نقل قول غیر مستقیم از قول کسانی است که در این کنفرانس بودن، شمار بسیار محدودی. ولی اینکه واقعا خمینی مستقیما با دولت کارتر در ارتباط بوده درش شکی نیست، این رو ابراهیم یزدی که در هر حال مترجم و مرتبط سیاست خارجی خمینی پیش از رفتن به ایران و تا مدتی بعد از رفتن او به ایران بود تایید میکنه، با صراحت نمیتونه این رو بگه ولی تایید میکنه. نمایندگان دولت من جمله آقای گریسیک در محل اقامت آقای خمینی حضور پیدا میکنن. اسناد چهار مکاتبه بین دولت آقای کارتر و خمینی در کتابی که کارتر به این مناسبت نوشته منتشر شده و اینها اسنادی است که سندیتش قابل رد کردن نیست و حالا به یاد آوردن اینها نکته هایی است که جمهوری اسلامی از اون پرهیز میکنه و البته بخشی از این سندها در اسنادی که از سفارت آمریکا در تهران کشف شد هم گنجانده شده بود. ولی یادآوری میکنم جمهوری اسلامی به خاطر ارتباط امیر انتظام معاون نخست وزیر در دولت آقای بازرگان او رو محکوم به مرگ کرد. البته این محکومیت بعد تقلیل پیدا کرد و تا 25 سال یا اندی ادامه پیدا کرد، ولی در شرایطی که امیر انتظام رو که خودی هست، انقلابی هست، در دولت انتقالی عضویت داره، معاون نخست وزیر است، به جرم ارتباط با آمریکا محکوم به مرگ میکنن، این نه تنها دوگانگی برخورد با مردم، با اسناد، با روابط خارجی است، بلکه واقعا سالوسی یک حکومته که رهبر او به خودش اجازه میده حتی مبادرت به نامنگاری نه تنها از زمان کارتر، پیش از زمان کارتر در سال 42 با دولت کندی بکنه، ولی بعدا یکی از دولت مردان مغضوب خودشو به جرم داشتن ارتباط با سفارت آمریکا محکوم به مرگ کنه. خب حالا یک سوال، یک معما اینجا وسط وجود داره. آقای دکتر هوشنگ نوادی، آقای دکتر تقی‌زاده عزیز، به من بفرمایید چی شد که خمینی که تعهد می‌سپاره منافع آمریکا رو در ایران و در انقلاب اسلامی حفظ خواهد کرد، دشمنی با آمریکا رو تبدیل به یک فریضه شرعی می‌کنه، رو تبدیل می‌کنه به یک سیاست محوری و نه تنها او که بازماندگان او هم تا به امروز روز اون رو در رأس همه سیاست‌های خودشون قرار داد. قصدشون چیه؟ چی فکر می‌کنید که راز این قضیه در چیست؟ آقای ناوند، من ممکنه لبخند بذارید به این عرضی که میکنم، ولی من تصور میکنم که از لحاظ روانی و معرفت و نفس اینها خواستن اون گناه اولیه خودشون رو بپوشونند و آقای خمینی هم به همچنین، چون یک نوع، نمیخوام کلمه نازیبایی به کار ببرم، یک نوع ارتباط نامشروع وجود داشت بین ایشون و امریکایی ها، بین اطرافیان ایشون و امریکایی ها لااقل، برای اینکه خود خمینی که هیچ زبانی رو صحبت نمی کرد و دیگران از طرفش صحبت می کردن، ولی به هر حال آلت دستشون بود. من یک نکته را اگر فرصت شد بعدا بهش اشاره خواهم کرد، ولی برای اینکه این گناه اولیه رو به اصطلاح بپوشونند و به خودشون یک نوع بکارت سیاسی بدن به این تظاهر پرداختند و کم کم این دکان ضدیت با امریکا رو باز کردند که هنوز هم کم و بیش بعضی ها در ایران این دکان رو باز نگاه داشتند. یک گزارشی رو من چاپ کردم، انتشار دادم در کتاب خمینی در فرانسه،
نایب رئیس انجمن بازنشستگان سازمان‌های امنیتی فرانسه که شخصیت خیلی مهمی بود و از شخصیت‌های دوران مقاومت فرانسه هم بود، ولی اون موقع دیگه بازنشسته بود و هم می‌دونیم که این جور اشخاص همیشه ارتباطات خودشون حفظ می‌کنن. اولین کسی بود که در لباس روزنامه‌نویس خواست با آقای خمینی ملاقات کنه و برای اینکه بخواد با خمینی ملاقات کنه میبایستی یکی از اطرافیون ایشون گویا صادق قطب‌زاده بود، حالا چون فوت کرده من نمیخوام اسمش زیاد ببرم برای رولی که بازی کرد بگم، خب فوت کرده کشتنش، متوسل میشه به سفارت امریکا و به همکاران CIA خودش در سفارت امریکا که با خمینی راندوو بگیره، وعده ملاقات بگیره و به عنوان اولین روزنامه نویس از طرف ولاز اکتوئل که مجله هفتگی معتبر فرانسه هست که اون موقع بود و هنوزم هست، میرود پهلوی خمینی و با ایشون مذاکره میکنه و گزارشی میده که این گزارش چاپ شده، متنش در دسترس هست، من هم ترجمهش رو انتشار دادم با ذکر منابعش، که من خیلی تعجب میکنم که این شخص که تازه دو روز که از راه رسیده یا چهار پنج روز که از راه رسیده و در نفلوشاتو مستقر شده چطور چنین عواملی و چنین امکاناتی در اختیارش گذاشته شده. و بعد همون موقع انتشار پیدا کرد و رسمی بود، یزدی اینو به یه ترتیبی خواست سرهم بیاره که قبل از اینکه خمینی در نفلوشاتو مستقر بشه امارت متصل به خونه او رو CIA کرایه کرده بود و اون در اونجا دستگاه های شنود و کنترل رفت و آمد آقا رو بین الهلالین عرض می کنم مستقر کرده بودن. بعد دکتر یزدی در مصاحبه گفت که ما اطلاع نداشتیم، که البته کسی باور نمی کنه این مطلب رو. قرار هم اینه که اون موقع هم همه کم و بیش می دانستن مکاتباتی که بین مقامات امنیتی فرانسه و مقامات امریکایی انجام گرفت کاملا دلالت بر این موضوع داره، که اینها بعضی هاش انتشار پیدا کرد بعدن دیگه، این جزء واقعیات تاریخی است. تکسیبش هم فکر میکنم که جنبه شوخی داشته باشه و که خود کسانی هم که تکسیب میکنن باور ندارن، ولی به هر حال مجبورن بگن دیگه. خب به هر حال اون دوران اوج جنگ سرد هم هست، تاثیر سیاست روسا به عنوان دشمن آمریکایی‌ها در سیاست گذاری های آقای خمینی رو تا چه حد می‌دونید؟ روس‌ها امیدوار بودند که با فروپاشی دولت ایران، رژیم شاهنشاهی یا لااقل فروپاشی قدرت ایران، یکی از عوامل اصلی مقاومت در مقابل بسط نفوذ خودشون رو در خاورمیانه و وصول به آب‌های گرم و منابع نفتی رو از میان بردارند و به این ترتیب اینا از داخل به وسیله شبکه های حزب توده که متاسفانه بهش به قدر کافی توجه نشده بود و از خارج با وسایل تبلیغاتی که در اختیار به اصطلاح انقلابیون گذاشتن کمک کردن به پیروزی انقلاب اسلامی. باز هم در این مورد من شما رو رجوع میدم به خاطرات کنت دمغاش رئیس اطلاعات خارجی فرانسه که یک شخصیت معتبر بین المللی بود در زمان خودش، که تمام این جریان رو توضیح داده که چطور دست چپی ها کارهای خمینی رو در پاریس قسمت اعظمش رو اداره می کردن و به هر حال بعدن خمینی در مصاحبه گفت، این مصاحبه هم موجوده، که ما خدعه کردیم و خدعه در اسلام مشروعه، در خدعه در جنگ در اسلام مشروعه. این هم البته مطلبی است که ایشون گفته در دفاع از خودش. دکتر تقی‌زاده، آیا سابقه داری که برخی مثلا سازمان‌های اطلاعاتی مثلا CIA اسنادی رو منتشر کرده باشه مربوط به گذشته‌های خیلی دور دستکاری کرده باشه؟ چون اینطوری که مقامات ایران ادعا می‌کنه اسناد جعلی است، در حالی که ما سابقه‌ای در این زمینه نداریم. می‌خوام ببینم که شما اطلاعاتتون چیه؟ اسناد نمیتونه جعلی باشه، ولی حتی در زمانی که اسناد سری منتشر میشن از طریق یک دولت، ممکن است که بعضی از نکات خاص در اون اسناد همچنان دارای اهمیت امنیتی برای دولتی باشه که اسنادش رو منتشر میکنه. بین علت روی اون بخش رو، حالا میتونه یک آدرس باشه، میتونه یک اسم باشه، قلم سیاه میکشن یا اون رو حذف میکنن و بقیه سند رو منتشر میکنن، ولی تا به حال هیچ نشانه گمانه‌ای
دال بر این که یکی از سازمان‌های اطلاعاتی 40 سال 50 سال بعد از این واقعی مبادرت به سندسازی کرده وجود نداره. این در سوابق و گذشته سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا اصلا نیست که یک سازمانی مبادرت به سندسازی بعد از چند دهه کرده باشه. ولی اجازه بدید من در پاسخ به پرسشی که از جناب دکتر نهاوندی شما داشتید توضیحات خودم را عرض کنم خدمتتون. یکی این که آخوندها که خمینی هم در ردیف اونها بود همیشه مستاق این مثال بودن که چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکند. اگر در زبان علیه امریکا میستادن برای اینکه بتونن توده ها رو تحریک کنن، بگن ما مستقل هستیم، بگن که ما ضد سلطه سرمایه‌داری هستیم، ولی در باطن این ارتباطات رو حفظ میکردن، چنان که دکتر نهاوندی هم اشاره کردن. همه مستندات حاکی از این است که خمینی برای به قدرت رسیدن از اهرم کمک آمریکا استفاده کرد. ولی آمریکا چرا باید به یک دولت متحجر عقب مانده نظیر دولت خمینی دل ببنده و از یک دولت مترقی که ایران رو در سمت و سوی پیشرفت قرار داده بود دل ببره؟ قضیه این است که واقعا شاید تا یک سال و نیم دو سال قبل از سقوط دولت پادشاهی آمریکا قصد براندازی دولت شاه رو نداشت. البته میخواست اون رو تعدیل بکنه، میخواست که در مناسبات خارجی ایران تحولاتی پیش بیاد، نارضایتی هایی از عملکرد شاه داشت، سیاست مستقل ملی اون باعث نگرانی خاطر در غرب شده بود، مناسباتی که با اتحاد شوروی داشت به نوعی آمریکا رو نگران میکرد و تسلط اون به بازار نفت به این نگرانی ها میافزود. ولی در 6 ماه 8 ماه منتهی به سقوط دولت پادشاهی واقعا آمریکا قطع امید کرده بود که دولت پادشاهی میتونه در این شرایط خودش رو حفظ بکنه و شاه میتونه بمونه. البته از روحیه سنجی شخص رهبر ایران تا وضعیت موجود ایران اونها اطلاعاتی از مسائل و وقایع روز داشتن، ولی تصور میکردن اگر خمینی بیاد با قولهایی که با آمریکایی ها داده و البته انگلیس ها هم در این ارتباطات کم سهم نبودن، که آقای پارسونز این ارتباطات رو سفیر وقت آخرین سفیر آمریکا پیش از سقوط حکومت پادشاهی اینها رو مستند کرده، همینطور سالیوان اسناد این ارتباطات رو با سفارت آمریکا مرتبط کرده که از آقای اردبیلی این ارتباط شروع میشه تا بهشتی ادامه پیدا میکنه. در نتیجه این ارتباطات اطمینان خاطر پیدا میکنن که خمینی در صورت به قدرت رسیدن ارتش ایران رو از بین نخواهد. و اون چیزی که نگرانی اصلی آمریکایی‌ها بود حضور 40,000 مستشار و کارکن خارجی آمریکایی در داخل ایران بود، این 6 ماه 8 ماه قبل از انقلاب، و همینطور نشکستن صف مقابله با پیمان ورشو در مرزهای شمالی ایران. ایران بخشی از سنتور شمال میرفت در کنار ترکیه و پاکستان، یکی از سه محور مقابله با پیمان ورشو و مانع توسعه اتحاد شوروی به خارج بود و ارتش ایران نقش مرکزی در این محیط رو ایفا میکرد. به این علت خمینی قول داده بود که ارتش ایران رو از فروپاشی مانع بشه، ارتش ایران رو حفظ بکنه حتی اگر تغییراتی در سطح فرمانده ها داده میشه. و این رو وقتی هایزر میاد هم در گفتگوهایی که با فرماندهان ارتش داره در میون میگذارن، نیت این بود که ساختار ارتش رو حفظ میکنن. ولی خمینی باز هم به این قول وفا نکرد و در اولین فرصت وقتی که مجال پیدا کرد حکومت رو در اختیار خودش گرفت و فکر کرد که مردم دیگه پشت او هستن، خودش رو بی نیاز از تعهداتی که با آمریکا داده بود دید و اولین هدفش رو تخریب و انهدام ارتش قرار داد و جانشین کردن ارتش با سپاه مسخره پاسداران که جز مداخله در منطقه کار دیگری انجام نمیده. و به این علت بود که خمینی به نوعی مورد توجه آمریکا بیشتر قرار گرفت. قول نگهداری ساختار ارتش ایران و بضاعت دفاعی ایران و بعد بدقولی و پشتیبان زدن به این وعده‌ای که داده شده بود. تشکر میکنم. تشکر. اما یک سال دارم از هر دوی آقای، مثلا از آقای دکتر نهاوندی همچون از آقای دکتر تغییرزاده. دکتر نهاوندی شما در قلب سیستم حکومتی ایران بودید، در دربار ایران به بسیار از نقاط اشراف داشتید، واقف بودید. میخوام واقعا ته دلتون به من بفرمایید که آیا تا 2-3 ماه قبل از انقلاب تصور میکردید ما چنین سرنوشتی پیدا کنیم؟ خیر، واقعا خیر. من تا اوائل حکومت آقای شریف امامی هنوز فکر میکردم که اوضاع میشه نجات داد. قبل از حکومت شریف امامی قطعا میشد اوضاع نجات داد، ولی در روزهایی که چند روزی که من در دولت شریف امامی بودم دیدم اولا ایشون به کلی از مسائل بیگانه است نسبت به مسائل، و
و یا اینکه میخواد دخالتی نداشته باشه. اصلا هیچ نوع علاقه به حل مسائل داخلی ایران شریف عامی نداشت و متاسفانه من هم در مورد ایشون یک نهاد ضعف ایشون رو هممون میدونستیم، ولی فکر میکردم اینقدر ناتوان و به اصطلاح عوام پیاده باشه. و بعد دیگه یواش یواش بر من مسلم شد که اوضاع رو به ویرانی و فروپاشی است. تنها راهی که در اون موقع در ایران وجود داشت یک حرکت نظامی بود و اون حرکت نظامی چنان که 3-4 روز اول دولت مرحوم ارتشبد اثاری هم نشون داد، یک حرکت نظامی، یک حرکت قدرتمند میتوانست رژیم رو نجات بده. بسیاری از کسان در اون موقع، شما هم خوب میدونید این جریان رو، طرفدار این بودن به خصوص در داخل ارتش که شاه و شهبانو، اعلیحضرت و شهبانو، آقای زاهدی رو سر کار بیارن، اردشیر زاهدی رو. و به علت، البته اردشیر زاهدی مخالفین زیادی هم داشت، و به علت اینکه اولا ایشون در ارتش خیلی نفوذ داشت و ارتش واقعا حرفش گوش میکرد، بعد هم روابط وسیعی با جناح بزرگ از روحانیت به وجود آورده بود که مسافرتش به مشهد همون بحبوحه اغتشاشات نشون داد که واقعا این روابط بی اساس نیست. 15 تن از روحانیون معروف ایران رو محرمانه شد که واقعا مشکل بود در اون زمان. ایشون برد پهلوی شاه و به شاه گفتند که مقاومت کن در مقابل خمینی، ما ازت پشتیبانی میکنیم، اعلامیه میدیم. اعلیحضرت تردید کردند و از همه بالاتر گذشته از مرحوم شریعت مداری که واقعا مرد وطن پرستی بود و مرحوم خونساری آیت الله عظما خویی که شخص اول بود در سلسله مراتب شیعه، قول داده بود که دفاع بکنه از این راه حل و حتی قول داده بود که برای به بهانه اتحاد مسلمین و رفع نقارهای بین مسلمین، البته اصطلاحات آخوندی رو باید قبول کرد، پیاده از مرز عراق و ایران بگذره و به دنبال خودش مردم رو بکشونه. اینها یک حرکاتی بود که میتوانست پایان بده به انقلاب و یک راه خروجی پیدا بکنه. متاسفانه اولا شاه به امریکایی ها تا دقایق آخر، بعدن بسیار پشیمون شد، تا دقایق آخر اعتماد کرد. اینها در مدارک جدیدی که انتشار پیدا کرده هست، در خاطرات آقای دکتر اصلان افشار هم به تفصیل هست. و بعد هم دیگه قدرت بدنی و قدرت فکری ایشون از بین رفته بود، گروه دیگری بر دربار حکومت میکردن و اون گروه دیگر همه به علل مختلف، علل خصوصی، علل سیاسی، بیشتر از شاه نفرت داشتن تا اینکه وفادار باشن به شاه. دو جناب عالی، اسم آقای شریف امامی رو آوردید، احساس میکنم که او رو به عنوان کسی قلمداد میکنید که میخ رو به تابوت زد. میخوام ببینم این به اصطلاح نارسایی در رفتار ناشی از ناتوانی او بود یا نه ماموریتی داشت؟ نمیتونم من هیچی بگم. من ترجیح میدم بگویم ناتوانی و نادانی، برای این که من نمیبینم شریف عامی چه ماموریتی داشت. بدبین بودید بهش یا نه؟ شخصا من همیشه فکر میکردم شریف عامی، همه ایرونی ها میدونستن که شریف عامی آدم نادرستیست و در گزارش‌های آمریکایی هم هست که برژینسکی در یک جلسه میگوید که این آقای 5% دیگه چی میگه وقتی که ایشون سر کار آمد. ولی هرگز همیشه فکر میکردم که یک نوع توانایی در رهبری ایشون داره. ولی از اولین جلسه هیئت دولت که من با ایشون برخورد نزدیک داشتم، من آشنایی تشریفاتی خب سالها بود با شریف عامی داشتم در مقامات مختلفه، از اولین جلسه هیئت دولت دیدم که اصلا ایشون پرت از مسائل و دو هفته وقت هیئت دولت رو بحث‌های بیهوده درباره برنامه دولت گذرون. در این میانه ماجرای میدان ژاله رخ داد و اصولا نمیدونم بلد این کار نبود. خلاص مرد زمان انقلاب و مرد رو در روی با انقلاب نبود. بودن کسانی که میتوانستن این کار رو بکنن، ولی خب شاه شاید اونها مظنون بود، شاید از قدرت طلبی اونها میترسید، نمیدونم. اینا رو واقعا در مغز افراد نمیشه رفت، ولی میدونم که شریف امامی مرد این میدان نبود و حالا میخ رو به تابوت او زد یا کسی دیگر، من کاری ندارم. ولی به هر حال دوران حکومتش دوران بسیار
بدی برای تاریخ معاصر ایران بود. ایشون آمده بود در تلویزیون و نکته ای گفت جالبه برای کارمندان تلویزیون. موقع من برنامه هم در رادیو داشتم هم تلویزیون، گفت که اگر حقایق در رادیو تلویزیون ایران گفته نشه مردم بی بی سی رو گوش میکنن. برای اولین بار یک نخست وزیری مردم رو تشویق کرد که برای شنیدن حقیقت به یک رادیو خارجی پناه. این من خودم به شخصه، چون ایشون به ساختمان رادیو تلویزیون اومد برای کارمندان رادیو تلویزیون سخنرانی بکنیم، واقعا اون روزگار روزگاری آزادی بود، یعنی برنامه سازا کاملا آزاد بودن، حرفاشون میزدن و نیازی اصلا به این اشاره نبود. خب من تکرار میکنم، آقای تقی‌زاده سوالتون رو با آقای نامندی در میان بگذارید. چیه سوال شما؟ امیدوارم بشنوم، بفرمایید. در اوج بحران داخلی ایران همه راه حل‌هایی داشتن و در هر حال نامزدهایی بودند برای اینکه پیش از آقای بختیار مسند دولت رو در اختیار بگیرن، و یکی از این نامزدها آقای دکتر هوشنگ نهاوندی بود. ایشون البته این اتفاق نیفتاد، اگرچه به مرحله ای هم رسید و جدی شده بود، ولی پرسش من این است که در اون شرایط آقای دکتر نهاوندی اگر دولت رو تشکیل میداد واقعا چه طرحی برای دور از بحران ایشون داشت؟ دکتر نهاوندی، یکی از عناصری قرار بوده انتخاب بشه برای هدایت ایران شما بودید. میپرسن که اگر این وظیفه رو قبول میکردید چه برنامه هایی داشتید برای رفع بحران؟ والا چند روز قبل از این که جناب دکتر آموزگار اجباراً یا به اختیار خودشون استعفا بدهند و یا کنار گذاشته بشن، موضوع نخست وزیری بنده مطرح شد. اعلی حضرت هم من رو احضار فرمودند. من این کتاب های مختلف هم این مطلب نوشته شده، من رو احضار فرمودند و استنتاق کردند در حقیقت که چیکار میخوایی اگر یک روزی قرار شد که چنین اتفاقی بیفته شما چه افکاری درباره تغییراتی که باید بشه دارید. من هم پیشنهادهای خودم رو به تفصیل، چون همه آماده شده بود و به خصوص در گروه اندیشمندان که دکتر تقی‌زاده هم خودش در شریک و سهیم بود، خیلی این مطالب آماده شده بود و اسامی مختلفی هم آماده بود. همه اینها رو برای اعلیحضرت با صراحت گفتم. متاسفانه من یکی دوتا اشتباه کردم که البته فرقی نمی کرد، در مورد اخلاقیات رهبران مملکت، و من جمله اشاره کردم به این که به دو نفر که یکی از اونها از فرط مستی در یکی از شب کابارهای تهران زمین خورده بود و چند ساعت بعدش همه تهران صحبت از این مطلب میکردن، یک شخصیت دیگری در توی یک رستوران دیگری به خاطر اینکه یه آقایی به زنش نگاه چپ کرده بود یا هر چیز دیگه به زد خورده با اون پرداخته بود، که این را هم البته رسما هیچ جا گفته نشد ولی همه میدانستند، و مهمانی یک شخص ثالثی. حالا اینا رو کار ندارم، اینها رو من خیلی با صراحت به اعلیحضرت گفتم و در ضمن راجع به مبارزه با فساد با ایشون صحبت کردم. به ایشون گفتم که 300 تا پست مهم در ایران وجود داره که باید توجه بشه که شاغلین این 300 تا پست مهم، حالا 300 تا تقریبی بود، همه اشخاص درستکار و پاکدامن و مورد اعتماد باشن، که بعدم اضافه کردم بلافاصله که اکثرشون هستن، که واقعا اینطور بود، اکثر رجال ایران مردم پاکدامن و درستکار و شرافتمندی بودند. در میان اونها متاسفانه در اطراف خود اعلیحضرت چند نفری و اطراف آقای هویدا، مرحوم هویدا، چند تن دیگه بودند که بدنام بودند و میبایستی یه تغییراتی داده بشه. اعلیحضرت از حرفای من در مجموع از این حرفا خوششون نیامد. بعد شب گفته بودند به کسانی که در اطرافشون بودند که دکتر نهاوندی میخواد کاباره های تهران رو ببند، که بنده همچه قصدی نداشتم، خودم هرگز نمیرفتم به کاباره، ولی قصد تعطیل کاباره ها رو نداشتم که کار درستی هم نبود، و بعدم گفته بودن که میخوان 300 نفر رو عوض کنن. من به هیچ وجه نمیخواستم 300 نفر رو عوض کنم، میخواستم که وزرا، رؤسای شرکت ها، استانداران، معاونین، مدیران کل، اینها افرادی باشن که بهشون ایرادی نباشه، و خیلی هم آسون بود، برای اینکه در حقیقت 30-40 نفر میبایستی جابجا بشن و کنار گذاشته بشن، برای اینکه مردم اطمینان داشته باشند به درستکاری و شرافتمندی کسانی که در رأس امور هستند. بعد از اون دیگه با من صحبتی نشد، و از روزی هم که من از دولت کنار رفتم
که نامه استفهام خوشبختانه مدتی پیش چاپ شده، از روزی هم که از دولت کنار رفتم من خیلی به شاه نزدیکتر شدم، به خاطر اینکه مرتبا میرفتم به دیدنشون، به خاطر اینکه کسانی که به دیدنشون میرفتن خیلی روز به روز کمتر میشدن. دکتر تقی‌زاده خودش شاهد جزئیات این مطالب هست و سعی میکردم که روی ایشون تقویت کنن. از اون موقع به بعد من همیشه طرفدار توسل به قدرت بودم برای پایان دادن به بحران. تا چند ماه قبلش با اصلاحات عمیق و قدرت، از موضع قدرت میشد اوضاع رو درست کرد. بعد از اواخر، از اواسط حکومت شریف عامی دیگه راهی نبود جز این که اول اوضاع آرام بشه ولو با یک ضربه شدید و بعدن اصلاحاتی الزامی بود انجام بشه. این که صحبت نخست وزیری من شد مربوط به همون دو سه ماه قبل از پایان کار جناب دکتر آموزگار بود. بخوام ببینم در این فاصله طولانی که با پادشاه در ارتباط بودید، این روزهای پایانی یا در همون دوره‌ای که مسئله نخست وزیر شما مطرح شد، تغییراتی در حالات و روحیات ایشون به خاطر بیماری رو احساس کردید یا اینکه نه ایشون توازن رو نه مطلقا نه. نه جز بعد از ماجرای میدان ژاله. واقعا ایشون از ماجرای میدان ژاله اصلا هم متحیر بود و هم غمگین بود و میگفت من چی کار کردم تو اتاق را، من دیدم دیگران هم دیده بودن، میگه من با اینا چی کار کردم که گفت میگن مرگ بر شاه. راستم میگفت با اینا هیچ کار نکرده بود، شاه غیر از خیر ملت مسلما هیچ چیز نمیخواست. من اینو با کمال شرافت بندی با وجدان پاک میگم، ولی خب اشتباهاتی شده بود و چون منبع و مرکز قدرت ایشون بودن، یا لااقل مردم خیال میکردن که ایشون، چون واقعا ایشون نبودن خود به تنهایی، چون منبع و مرکز قدرت ایشون بودن طبیعتا همه اشتباهات به طرف ایشون برگشت. ولی مسلما سقوط روحی شاه از میدان ژاله شد، در حالی که همه میدونیم امروز که میدان ژاله کسانی که درش فدا شدن تنها متظاهرین نبودن، بلکه خیلی از ارتشیان بودن که از بام‌های مختلف فلسطینی‌ها بهشون تیراندازی می‌کردن غیر و غیره، ولی اینها هم دیگه جون همه جا نوشته شده گفته شده، بحثی درش نمی‌کنیم. به عنوان یه آدم مطلع به من بفرمایید که در میدان ژاله واقعا چند نفر کشته شدن؟ در میدان ژاله من رقم دقیقش رو از روی گزارش هیئت دولت که مستند بود به چیزهای طب، گزارش های طب قانونی، پزشکی قانونی دادم، در حدود 78 نفر از یک طرف و تقریبا همونقدر از طرف دیگه کشته شدن. و علت این که ارتشی ها نمیخواستن این آمار منتشر بشه برای اینکه تعداد تلفات خودشون خیلی زیاد بود. ولی در این مورد آی بیبودی من یک چیز رو اجازه بدید باز هم بگم، گرچه اینقدر این نوشته شده ولی تجدید خاطرش بد نیست. موقعی که شورای امنیت و بعد از شورای امنیت هیئت دولت با حضور مرحوم ارتش بود ازهاری و سپه بود، اسمش رو بیاد ندارم، رئیس رکن دوم بود که کرد هم بود، مرد بسیار شریفی بود که فوت کرده، و رئیس شهربانی، تقاضا کردند که، یعنی تصدیق کردند که حکومت نظامی در تهران برقرار بشه. ارتش بود ازهاری استدلالاتی داشت، بگفت 48 ساعت صبر کنیم، ولی به هر حال هیئت دولت و تصمیم گرفت. از توی هیئت دولت آقای شریف عامی با اعلیحضرت صحبت کردند و پیشنهاد کردند که تیمسار اویسی به ریاست حکومت نظامی، فرمانداری نظامی تهران منصوب بشه. اینا همه هست در کتب مختلفه، کاری ندارم. ارتش بود ازهاری خواهش کرد، دو سه بار خواهش کرد که این اعلام حکومت نظامی از همون آن مرتبا در رادیو و در تلویزیون گفته بشه. شریف امامی برگشت به دکتر آزمون که اون موقع معاون اجرایی، وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر بود، دستور داد که بلافاصله به تلویزیون بگویید که در دو برنامه تلویزیون، هم برنامه انگلیسی هم برنامه فارسی، و در رادیو مکرر، در مکرر هر نیم ساعت به نیم ساعت بگویم که از بامداد فردا در تهران حکومت نظامی برقرار میشه. متاسفانه این کار نشد. غفلت از کی بود؟ دکتر آزمون تا موقعی که من باهاش تماس داشتم میگفتش که او دستور رو به تلویزیون داده. قدر مسلم آقای میبودی اینه که از ساعت
پنج شیش صبح که اجتماع مردم در نقاط مختلف پایتخت شروع شد و اینها سوق پیدا کردن به طرف میدان ژاله، تعداد چون از هرگز از 70-80 هزار نفر بیشتر نبود، بلکه کمتر بود. از اون موقع به بعد هنوز مردم نمیدونستند که حکومت نظامی در تهران هست و رفت و آمد اجتماعات و تحرک اجتماعات ممنوع شده. نکته دیگری هم که الان یک مطلب به خاطرم آمد این است که در روز عید فطر، قبل چند روز قبل از این ماجرای میدان ژاله، یک راهپیمایی شد در تهران در خیابان کوروش کبیر، همون جاده قدیم شنیران باشد، و در قسمت آخر صف مردم تعدادی تظاهر می‌کردن و شعار می‌دادن بر ضد شاه و بر ضد سلطنت، و سه چهار تصویر از آقای خمینی هم علن کردن که بعد آوردن گویا پایین. در همون روز شهبانو رفتن، دکتر تقی‌زاده باید به یاد داشته باشه، شهبانو رفتن به بازدید بیمارستان دکتر اقبال که چندی قبل افتتاح شده بود، و از توی مبارزه با سرطان که 300 متری اونجا بود، و این بازدید هم محرمانه نبود ولی تشریفاتی نبود. وقتی هلیکوپتر ایشون در اونجا به زمین نشست، من هم همراهشون بودم، وزیر علوم بودم و در ضمن هنوز ریاست کفالت دفتر مخصوص داشتم برای اینکه انتصاب آقای نصر رسمی نشده بود. واقعا بهتون عرض کنم که در ظرف یک ساعتی که شهبانو در میان در بیمارستان دکتر اقبال بودن و بعدا هم پیاده از دو خیابون گذشتن تا مؤسسه مبارزه با سرطان، هزاران نفر از مردم اونجا اجتماع کرده بودن. محله اشرافی و عیان نشین هم نبود و فریادهای جاوید شاه از همه جا برخواسته بود و ما از تلویزیون خواهش کردیم، از رادیو خواهش کردیم که اینو پخش کنن، که پخش کردن. و دو ساعت یا سه ساعت بعدش آقای شریف عامی به من با تغییر تلفن کرد که آقا چرا شما گذاشتید که این دست رادیو و تلویزیون پخش بشه؟ گفتم که اولا من هنوز رئیس دفتر شهبانو هستم و بعدم خیلی هم طبیعی بود، بلکه اجتماع خیلی محبت آمیز و ارزشمندی بود. گفتن نه آقایون، این که اصطلاح آقایون مخالفین، آقایون خوششون نمیاد از این کارا، و گوشی رو با خشونت بر زمین زدن. من بعضی متعجب شدم که چطور یک تظاهر ملی خودجوش صمیمانه به نفع پادشاه مملکت از تلویزیون سانسور میشه به واسطه نخست وزیر، در حالی که صد هزار نفر گویا در خیابان قدیم شنیران بودند و خبرش هم به طور خیلی عادی بدون اقراق ولی به طور عادی شما شاید به یاد داشته باشید از رادیو و تلویزیون پخش شد. کاملا. اینا همه دلایلی بود که دیگه حکومت داره فرو می‌ریزه و اون کسانی که متصدی امور مملکتی هستند یه دشون دیگه اعتقاد و ایمانشون رو از دست داده بودند. شاید شریف عامی هم از همون گروه بود. دوست تقی‌زاده اشاره کردن به تظاهراتی که به سود حکومت برگزار میشه، درخواست میشه که این تظاهرات رو از رادیو تلویزیون پخش بکنن. آقای شریف امامی معترض میشه که چرا تظاهرات به سود پادشاه رو و شهبانو رو پخش کردن. شما اون زمان ها در جریان این مجموعه سیاست ها بودی؟ صداتون پخش میشه. درست بفرم. آقای دکتر نابندی به دولت خیلی نزدیکتر بودن، خیلی خیلی نزدیکتر بودن، به خصوص به دولت آقای شریف امامی عضو این دولت بودن و مسائل از نزدیک شاهد بودن. بنابراین اظهار نظر من مطلب زیادی به وضعیت روز اضافه نمی‌کنه، ولی شریف امامی و تیمی که اطراف او جمع شده بودن، من جمله مرحوم آزمون که از دستیارای نزدیک آقای شریف امامی بود و من چندین بار فرصت گفتگو با او برام فراهم شد، به عنوان همراهی با این فکر که بعداً سفیر آمریکا به عنوان تغذیه تمساح از او یاد کرد، دادن امتیاز به تظاهرات و اعتراضات رو همسو شدن با کسانی که مدعی نارضایی بودند در خیابان به نفع اقداماتی میدید که باید منجر بشه به محدود کردن اونها، ولی این اقدامات هر روز خواسته های جامعه رو زیادتر میکرد، برای اینکه از اون سمت دیگه استقرار قدرت وجود نداشت و این تغذیه تمساح به این صورت بود که هرچی امتیاز به جامعه به نارضایتی ها
به اعتراضات خیابانی داده میشد، اونها تقاضاهای بیشتری میکردن، ضمن اینکه دولت واقعا خشونت جدی علیه اونها اعمال نمیکرد و اونها آموخته بودند که حکومت آماده به زمین گذاشتن اسلحه است یا آماده آتش کردن به سوی مردم نیست. و این به اعتراضات خیابانی فرصت بیشتری داد برای خشن‌تر شدن. تشکر میکنم. خب عمیانانم اجازه بدید خداحافظی کنیم با آقای دکتر هوشنگ ناوندی عزیز. دکتر ناوندی، این گفتگو با شما رو باید پی بگیریم در هفته‌های آینده با آقای دکتر تغییرزاده. امیدوارم آمادگیشو داشته باشید. خدا چی بخواد. خیلی تشکر، بسیار آموزنده بود اطلاعات فوق‌العاده‌ای که شما دادید. اجازه بدید یک کلمه بگم و اون این است که بعد از اینکه شاه از ایران رفت، تظاهرات قانون طرفداران قانون اساسی در تهران برپا شد. آقای دکتر تغییرزاده که اون موقع دیگه همکار من نبودن، بلکه من همکاری نداشتم، در این در برپایی این تظاهرات نقش اساسی و مرکزی داشتن. خیلی سخت بود، خیلی مشکل بود، هیچ کس امیدوار نبود که چنین جمعیتی جمع بشه، فراهم بشه و نزدیک 200 هزار نفر در خیابان‌های تهران به اقرار مقامات حکومت اسلامی بعدن راهپیمایی کردند و در میدان بهارستان این راهپیمایی که قرار بود خیلی بی‌طرفانه باشه تبدیل به تظاهر به نفع شخص شاه شد. جاوید شاه میگفتن مردم و اینها یک واقعیتی است که باید دانسته بشه و قرار بود که 15 روز بعد تظاهرات دیگری برپا بشه و این بار کارگران کارخانجات جاده کرج که مانع شده بودن به پیوندن به این تظاهرات بپیوندن و بیایند و تظاهر بکنند، که متاسفانه اون 15 روز دیگه 15 روز بعدش جمهوری اسلامی مستقر شده بود و دولت سقوط، یعنی حکومت سقوط کرده بود. این را هم باید بگم که این تظاهرات وجود داشت و دوست عزیز ما که از لندن با من صحبت میکنن با شجاعت و واقعا تحور در این در برپایی این تظاهرات نقش مهمی داشتن و چوبش را هم خوردن تا در زندان بودن و گرفتاریش داشتن. خدا حفظشون کنه، خدا حفظشون کنه و خدا همه وطن پرستان ایران رو حفظ کنه و خدا همه ملت ایران رو حفظ کنه که در انتظار سردار سپر جدید است. بخش اول گفتگو با آقای دکتر ناوندی، به شما شب بخیر میگم در پاریس. بنده در بروکسل هستم. در بروکسل. روز بخیر. قربون شما. خدا نگهدار. ما اینجا بعد اینجا دیگه تقریبا غروبه. تشکر. به هر حال به امید دیدار. آقای امید دیدار قربان بفرمایید. درود بر شما. آقای میگودی با درود شما و همچنین بیننده‌هاتون و مهمون برنامه‌تون هستم که من دانیال هستم. من یه مطلب خیلی مهمی که از نقل قول از یه شاهد زنده در روستا در ایران بوده و میتونه بریم بعد شما کمک کنه، اینه که درست فردای مثلا صبح سحر روز بعد از ورود خمینی بخش بزرگی از کیف زرهی شاهین در پادگان سر پل زهاب در هماهنگی به اصطلاح با بخش از کیف زرهی قزوین و کیف زرهی کرموشا به طرف تهران راه میفتند و از پادگان سر پل زهاب که مثلا دیرتر بوده روز 13 راه میفتند. اینا تقریبا تا روز 17 طول میکشه که به حدود شهر کرج میرسن. بخش بزرگ از سیف زرهی به اصطلاح شاهین سرپل زهاب، از اون طرف هم چون قزوین و کرموشا فاصلهش با اینا فرق میکنه، بخشی هم از سیف به اصطلاح سیف زرهی قزوین و کرموشا با هماهنگی اینا میان به حدود شهر کرج روز 17 بهمن ماه به همدیگه میرسن. یعنی حرکتشون یک روز بعد از اومدن خمینی از سرپل زهاب شروع میشه و موقعی که به مهرمه شهر کرج میرسن دو روز بعد خروج جنرال هایدر از ایران به اونجا میرسن. حالا تناقض قضیه است اینجا که بعد از مردم به تحریک خمینی و کسانی که اون موقع بودن میان و راه به اصطلاح اصلی جاده را به روبه این ستیپ زرهی که به طرف تهران میخواستم بیان میبندن و هم از تانک نمیدن نفربر همه اینا را حتی وسط جاده به تیپاکی را هم به همدیگه جوش میدن. خیلی زیادی از رسلا فرماندهان اینا رو دستگیر میکنن. خب ببینیم آقای دکتر چی بیاد. آقای دکتر تغییر داد بفهم. این حرف تا حدودی درسته. حرکات خودجوشی در درون ارتش صورت گرفته بود با اینکه سیاست کلی ارتش قرار نگرفتن در مقابل انقلاب بود و تسلیم شدن،
ارتش بود، فرمانده نیروی، فرمانده رئیس ستاد ارتش اون موقع بعد از ملاقات با آقای هایزر حداقل به این نتیجه رسیده بود. بعد از این دو سه حرکت از درون ارتش صورت گرفت که یکی از اینها از تیپ زرهی قزوین بود و دیگری از خوزستان، ولی حرکات عملی هم صورت گرفت برای خروج از پادگان، ولی فرماندهی ارتش در مرکز با این نیرو مخالفت میکرد و تصور این بود که حرکت این نیرو در تهران محاسبات قبلی رو به هم میریزه و به اصطلاح حاکم شدن ارتش در اون موقع ممکن بود باعث از دید اونها خونریزی داخلی و توسعه نارامی ها در داخل بشه. به این علت فرماندهی ارتش بود نه مردم که جلوی این حرکت های نظامی رو گرفت. به نوعی یادآور، البته خیلی شباهت نداره، یادآور زمانی است که رضا شاه از قهر برای تسخیر دولت به سمت تهران حرکت کرد در نزدیکی قزوین و بعد کرج متوقف شد نیرو، ولی مالا به تهران رسید، ولی این بار نیروهای خودجوش در خوزستان و نیروی زرهی قزوین فرصت رفتن به تهران رو پیدا نکرد. درود بر شما، بفرمایید. هم بفرمایید. درود بر شما قربان و مهمان برنامه‌تون. قربان شما، بفرمایید. هر روز که جناب آقای مهبودی، من فقط یه سوالی داشتم چون ما شاهد اون قضايا بودیم، در همون جو بودیم، در همین مراسم اینا، این نقش رادیو تلویزیون در این ماه‌های آخر، قسمتی از تلویزیون رو رئیس رادیو تلویزیون ایران تخصیص داده بود به جبهه ملی، یعنی آقای بازرگان و بهشتی و آیت الله اردبیلی و با آقای جنرال هایزر که تمام ملاقات ها اونجا میشه. من نمیدونم بعد از 37 سال واقعا آیا این الان پرده پوشی یا سکوت در این جور مواضع که چه علتی باعث شد و چه بلای سر ملت اومد و تلویزیون چه نقشی داشت، هنوزم کسی حاضر نیست اینو در در صورت که همین آقای دکتر روشنگ نهاوندی در کتاب خودش مفصلا اینو توضیح داده، ولی اینجا چیزی در این مورد نمیگن که آقا قبل از چند ماه قبل از اون آقای رضا قطبی و با آقای حسین نصر و با دیکی از آقایان بازرگان و خیلی از آخوندها که نام بردم مرتب در همونجا اصلا یک قسمت تلویزیون اختصاص داده بود به اینا. فقط اینو خواستم اگر میشه برام توضیح بدید. خیلی ممنون. تشکر. آقای دکتر تقی‌زاده بفرمایید. شما آقای میبودی در تلویزیون بودید، این مسائل رو از نزدیک بیشتر میدونید، ولی به هر حال یک محور فکری تازه که بعضی از عوامل اصلی اون آقای رضای قطبی و همینطور دکتر نصر بودن که من با او هم متاسفانه در ماهای آخری که ایشون رئیس دفتر ملکه بود با ایشون همکاری میکردم، مهرهای اصلی این محور به حساب میامدن و این مهرهای اصلی به نوعی شاید سر آشتی با مذهبیون، معترضین و انقلاب رو به نوعی عامل آرام کردن جامعه میدیدن و به نوعی نگاه انتقادی به وضع روز داشتن. البته تحریکاتی هم صورت میگرفت. من به خاطرم هست سفری داشتیم به عراق و دیدار از آیت الله خویی که دکتر نهاوندی به بخشی از اون در گفتگوهاش اشاره کرد. هدف از این سفر که ملکه با دو تن از فرزندانشون در این سفر بودن، من هم افتخار حضور و همراهی در این سفر داشتم، با صدام ملاقاتی صورت گرفت، ولی روز بعد که هدف اصلی این ملاقات بود ما به دیدن آیت الله خویی رفتیم که شهبانو با ایشون دیدار نسبتاً طولانی و خیلی گرمی داشت، برای اینکه آقای خویی از وضعیت حکومت و پادشاهی ایران مستقیم یا غیر مستقیم دفاع بکنه و ایشون حمایت از قانون اساسی رو در اعلامیه اعلام کرد. ولی نکته اینجا نیست، نکته این است که در ضمن انجام این مراسم به حرم حضرت علی رفتیم یا امام اول شیعیان و اونجا عکاسا عکسی از شاهزاده علی رضا گرفتن که او تسبیح به دست داشت. این عکس رو من یادم رئیس وقت تلویزیون شب غروب به من زنگ زد که عکسای این برنامه رو عکاسی که ما فرستاده بودیم همراه برده یا نبردن، ولی به من نگفت که عکس خاصی دارن که میخوان از اون استفاده بکنن برای تلویزیون و عکسی رو از شاهزاده علی رضا نشون دادن که تسبیح به دست داشت. البته او بچه بود، سنش خیلی کم بود و خیلی بچه باروگی شاد و تا حدودی هم حتی بازیگوش بود. یادم وقتی که به محل اقامت میرفتیم ایشون روی پشتبوم ساختمان محل اقامت ما گم شده بود و چند دقیقه طول میکشید تا ایشون رو پیدا بکنن. به هر حال گرفتن تسبیح واقعا از این بچه خردسال هیچ نیت خاص سیاسی رو دنبال نمیکرد، ولی از وجود این عکس
تلویزیون وقت سوء استفاده کرد، این عکس رو منتشر کردن و تبلیغ منفی میکردن به این بهانه که شاهزاده علیرضا یا شاپور علیرضا به دنبال نوعی تظاهر به مذهبی بودنه و این رو خیلی به اصطلاح جنبه پوچی بهش دادن، جنبه مسخره‌ای بهش دادن و ازش تبلیغ منفی کردن. خب وقتی آدم این نمونه ها رو میبینه در تلویزیون اتفاق میفته، این فکر خیلی مشکل واقعا آقای میبینی رد کردنش که آدم فکر بکنه این با برنامه قبلی صورت نگرفته. اشتباهاتی از این قبیل اگر توطئه نبوده، اشتباهاتی از این قبیل هم به بدگمانی های مردم اضافه میکرد. کاملا کاملا باشه، حتما یه برنامه من اختصاص میدم به این مسئله رادیو تلویزیون و مشاهدات خود من و فعالیت هایی که در اونجا داشتیم و تا آخرین لحظه دقیقه 90 سعی کردیم که تلویزیون سرپا نگه داریم. همه در اعتصاب بودن، فقط چند تنی مونده بودن. من یادمه مثلا یه روز 13 ساعت برنامه رادیو اجرا کردن، هیچ کس نبود اجرا کنه و حتما یه برنامه اختصاص خواهیم داد به این. جونم بفرمایید. آیمه بودید جناب سرزاده درست 180 درجه نتیجه حرفای من رو تعریف میکنه و شما هم من رو قطع کردین. اجازه بدید من نتیجه گیری رو بکنم. ببینید عزیز من، نه اجازه بدید، اجازه بدید. اولا بس بر سر جزئیات اتفاق انقلاب نیست، شما به وارد جزئیاتی شدید که یه سر دراز داره. مثنوی 70 من کاغذه، یکی دوتا هم که نبوده این مسائل. شما یه اشاراتی کردید، آقای دکتر تغییر دادم اطلاعاتشون رو دادن، ایشون در قلب قدرت بوده اون زمان و اشراف داشته به همه مسائل. شما به بلافاصله آقای تغییر داده متهم کنیم اینکه حرفای منو تحریف کردن. نه قربون، من میدونم که شما میخواید وارد جزئیات بشید، جزئیات به ما کمکی نمیکنه. اجازه به طور کلی نگاهی داشته باشیم به منظر انقلاب. ببینیم این اسنادی که منتشر شد غرض این بود، اسنادی که منتشر شده در مورد ارتباطات آقای خمینی با آمریکایی ها واقعی است یا غیر واقعی است؟ دوستانم توضیح بدید. شما ما آقای میبودین فرصت رو دارن که شواهد خودشون رو به هر صورتی که مصلحت خودشون هست یا در اختیار بگذارن یا منتشر بکنن. من کمک میکنم به ایشون برای انتشارش اگر واقعا ایشون مایل به انتشار این افکار باشه. حتما با منتشر کنن، واقعا منتشر. آقای تغذیه تشکر، بیا وقت دیگران هم گرفته شد. تشکر میکنم، خیلی لطف کردید. امیدوارم شام خوب بخورید. چی دعوت به شام دیگه نیست در لندن؟ بله، یکی از همکاران در لندن میزبان همکار دیگری است که این همکار دیگه از برلین آمده، برلین آمده به لندن. اسمش خانم اوغرات نیست از آدم برای گرد آمدن یک چند نفری از همکاران و دوستانی که بعضی از اونها رو دیدیم بعضی از اونها رو ندیدیم و یکی از این دوستان که به افتخار ایشون میهمانی داده شده همکار یاران شما خانم بغراد هستن. بله گفتم، خیلی سلام و خدمت شما برسید، خدمت همه کسانی که در امشب با شما خواهند بود. چه بحث‌های جالبی، جای ما هم بسیار بسیار خالی است آقای دکتر تغییر داده. هوای لندن هم میگن خیلی خوب شده. الان خوبه، ولی تا چند لحظه پیش من از این پنجره هتل بیرون که نگاه میکنم آفتابه، ولی تا نیم ساعت پیش لندن کاملا بارانی بود. آقای تغییرزاده، بالاخره مخالفان اتحادیه اروپا موفق شدن 48% مردم رو به هواداری خودشون بکشونن، این خیلی خطرناکه. متاسفانه آرا دارن به همدیگه نزدیک میشن و حالا کسایی که موافق خروج از جامعه اروپا بودن در بریتانیا دست قوی دارن، ولی امیدوارم که اتفاق نیفته و بریتانیا در جامعه اروپا باقی بمونه. اگر جدا شدن ما شما رو از اسکاتلند میکشونیم یاری به آمریکا، نمیذاریم. حتما انگیزه خیلی خوبی خواهد بود. ممنونم، تشکر میکنم. دوشون آبندی عزیز سپاسگزارم. آقای امیر شهرتی تشکر.